بیننده عزیز سلام بر شما. شما بیننده برنامه ویژه انتخابات 24 جوزا از غرب افغانستان هستیم. در این برنامه ما دو مهمان ویژه داریم و همچنان گفتگوهایی داریم با برخی از مقامات در غرب افغانستان و همچنان خبرنگاران تلویزیون آریا نیوز که در مراکز رایدهی در حال حاضر حضور دارند و پروسه رایدهی مورد ارزیابی و مورد پوشش رسانه‌ای قرار میدن. آنچه که لازم به ذکر است که مهمانان ویژه که ما داریم خانم عاطفه منصوری فعال مدنی در ولایت هرات و همچنان فیصل کریمی استاد دانشگاه هستند که در ابتدا بسیار خوش آمدن به استودیوی تلویزیون آرتانا. بحث با شما آقای کریمی شروع میکنم، که شما حتما امروز رفتین رای داده باشین، پروسه رای دیر در 24 جوزا چگونه دیدین؟ به نام خدا عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. اساسا مردم افغانستان در 24 جوزا دوباره به پای صندوق های رای رفتن برای انتخاب رئیس جمهور آینده. لحاظ برگزاری و لحاظ میزان مشارکت مردم، این انتخابات تفاوت های با انتخابات 16 حمل داشت. در انتخابات 16 حمل خب تعداد نامزدان ریاست جمهوری بیشتر بود و 159 نامزد شورای ولایتی بود که همگی بسیج میکردن مردم برای شرکت در انتخابات و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات فوق العاده بیشتر بود. در این دور از ساعت 7 صبح که مراکز رایدهی بر روی رایدهندگان هراتی در حقیقت باز شد، مردم به پای صندوق های رای رفتن، اما آن انتظاری که از مردم میرفت که در دور دوم انتخابات بیشتر شرکت بکنن، متاسفانه صفها خالی تر بود، صفها کوتاه‌تر بود و میزان مشارکت مردم کمتر بود. در اوایل صبح خب مردم هجوم آوردن به مراکز رایدهی، اما اگر همین حالا اگر ما خواسته باشیم به مراکز رایدهی برین، از ساعت 9 به بعد صفها کمتر شده رفت و خیلی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که ما بیکار هستیم و منتظر هستیم تا یک رایدهنده پیدا بشه و بیه رای بده. اساسا عمدترین تفاوت ما گزارش هم داشتیم که در مثلا در شرک جبرئیل در حال حاضر گزارشات که همکارا ما بر ما مخابره روان ارسال کردن نیست که برگه رایدهی کم است، مردم از او مناطق به شهر هجوم آوردن. ببینید میزان مشارکت مردم در شهر و ولسوالی ها برخی از مناطق متفاوته. در شهر متاسفانه حضور مردم کمرنگ تر بود. آنچه که انتظار می رفت که در ولسوالی ها معمولا رای های مردم و آرای مردم یک دست هست و معمولا مردم هجوم میارن به مراکز رایدهی و شرکت میکنن. در شهرک جبرئیل که در یک از ولسوالی های هرات قرار داره، خوب در اوج انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بالاتر بود و شرکت کردن، اما در مجموع اگر خواسته باشیم ما انتخابات 24 جوزا را با انتخابات 16 حمل مقایسه بکنیم، ببینیم که میزان مشارکت مردم کمتر بود. خب دلایل قانع کننده هم داره. از یک طرف خب به اونو برمیگردم. خانم منصوری شما چی دیدین انتخابات امروز؟ با عرض سلام و خسته نباشید و تبریکی به خدمت هموطنان عزیز و همچنین دستاندرکاران تلویزیون آریانا نیوز، و من بازم تبریک میگم برای مردم شریف افغانستان که بار دیگر به خاطر تعیین سرنوشت به پای صندوقای رای رفتن و زعیم ملی کشور را انتخاب میکنن و بالاخره به سرنوشت خود دقیق هستن. تفاوت هایی که 16 حمل با 24 جوزا داشت، من با تایید گفته های آقای کریمی، یک چیزی که من تحلیل به بررسی دارم به خاطر از اینکه تعداد کاندیداها به صورت کل به 16 حمل زیادتر بود، به خاطر که زمانگیر بود تا یک فرد انتخاب میکرد به رای میداد، صفها به شکل گسترده تر بود، اما چون فرصت ها زیادتر بود و تشکر ویژه هم همچنین دارم که از یادم نر از نیروهای امنیتی که امنیت کامل در تمام افغانستان بحث امنیت هم برمیگردم. خانم منصوری با پوزش از اینکه همکارای ما اشاره میکنن که گفتگوی ما با سید فضل الله وحیدی والی هرات وصل شده، آماده هستن آقای؟ بله آقای وحیدی سلام بر شما. اگر صدای ما رو داریم در ابتدا از این بگیم که امروز روند برگزاری انتخابات چگونه دیدین؟ آقای وحیدی صدای ما؟ خوش هستم که امروز ما در آستانه یک پروسه ملی خود هستیم که او
روند انتخابات است که به ساعت 7 بجه در ولایت هرات آغاز شده و مردم بسیار به شور و شوق آمدند که همونطور صفایی که مثل سابق دیده بود این باز هم استاد است، ولی صفها کمی که کوتاه شده. به تشویش نکنین، علت شیست که ما محلات زیاد کردیم، در اول مشکلات محلات بود. درسته جناب ولی صاحب، اطمینان شما به مردم ایراد چیست تا اینکه به پای صندوقهای رای برن؟ و آیا از رای از اونا به اداره حفاظت خواهد شد یا محفوظ خواهد ماند یا خیر؟ مردم هرات مردم شریف، مردم بسیار فامیده هستند. در همون صدایی که در اول بالا شد یا کمی آزرده شدند، ولی ما کتشان گپ زدیم، قناعت دادیم و رایشان هم پس مناسبه شد، مردم پس خوش شدند. به مول لحاظ مردم این دفعه فکر میکنم که از بیشتر کده اضافه تر بیایه و ثابت کنه برای مردم دنیا و مردم افغانستان که ما مردم نیستیم که درغلی کنیم، بلکه یک واقعیت است که هرات ولایت درجه اول است با نفوس 4 میلیونی. ولی سر چه تغییراتی در این دور از نظر شما دیده میشه وی که باز مردم با کمبود برگه رایدی به صورت جدی مواجه نخواهند شد؟ این دفعه فرق عمده که اومده، محلات اضافه شده و در محلات که اضافه شد ناظرم اضافه شد، کارم از بیروبار کاسته شد، کار دقیق شد دیگه. هیچ نو صدا تا بالی که 2 ساعت میگذره نشده، ولی ما متوقن هستم که انشالله تا آخر وقتم کدام صدا بالا نمیشه و به وقت معین خلاص میشه، به خاطر که کمبوتات دور پیش این دفعه اصلاح شده. تشکر از شما. تشکر از شما. آقای کریمی، صحبت های والی را هم شنیدم، پیشتر هم بحثی بود که تفاوت میان 24 جوزا و 16 حمل که صحبت های شما را قطع کردم، حالا میتونم ادامه بدیم که تفاوت او دوره با این دوره چیست و این که شما گفتین که حق به جانب دانستیم این که این بار مردم کمتر بیان، چرا؟ ببینید، در دوره اول انتخابات در 16 حمل یک بسیج همگانی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات آغاز شده بود. از طرف ما 11 نامزد ریاست جمهوری داشتیم و هر 11 نامزد بنای در سازات‌های انتخاباتی خود مردم را تشویق می‌کردند که در انتخابات شرکت بکنند. یک بوده مسئله که بنای فراگیری پیکارهای انتخاباتی باعث شد که مردم بیشتر شرکت بکنند. از طرف دیگه بخش اعظمی از مردم در انتخابات 16 حمل به خاطر انتخاب نماینده شورای ولایتی خود شرکت کردند و خیلی از نامزدان شورای ولایتی مردم را با موترها، با لاریها، با فلانکوش‌ها به مراکز رایدهی می‌بردند تا حداقل به خاطر خودشان هم شده رأی بدن. وقتی که مردم رفتن به مراکز رایدهی در پهلوی نامزد شورای ولایتی، برای شمول هم رأی دادن. یعنی بخش اعظم از به اصطلاح انگیزه دادن مردم را شرکت در انتخابات از سوی نامزدان شورای ولایتی بود که ما متاسفانه خود در دار ما نداشتیم. بله صفای طولانی شد. از طرف دیگه مردم بنای پس از 4 سال بنای میخواستن دوباره در انتخابات شرکت بکنن و رئیس جمهور انتخاب بکنن، اما در حال حاضر یک عامل دیگه هم تاثیرگذار بود، بخاطر از اینکه بخشی از آرای مردم هرات در دور اول باطل اعلام شد و بنای یک حس بی‌اعتمادی ایجاد شد که ما بادا و ممکن هست در دور دوم هم آرای ما باطل بشه و اعلام نشه. آقای کریمی، دوباره اون رأی سفید اعلام شد و دوباره برگشت جزء شمارش؟ بله، همگی نشد. تقریبا ما در مجموع 5 تا 6 هزار رأی مردم هرات از همان 100 هزار رأی باطل اعلام شد. خب مردم نگران بودن که ما بادا دوباره هم آرای ما باطل اعلام بشه و از طرفی هم بنای نگرانی های امنیتی هم مطرح شد و تعداد طالبان هم در فاصله انتخابات 16 حمل تا 24 جوزا زیاد بود. تبلیغات و پروپاگاندای طالبان مبنی بر اینکه ما ممکن هست مراکز رایدهی را آماج قرار بدیم بیشتر شد. یعنی این عوامل دست به دست هم داد و در نتیجه باعث شد که مردم حضور کمتر نسبت به انتخابات 16 حمل داشته باشند. در حقیقت خانم منصوری، شما نقش خانم ها در دوره چگونه دیدین؟ ما از صبح به این طرف تلویزیون های ملی رو تعقیب کردم. یعنی ما آنقدر صف بزرگی که دور قبلی به نمایش گذاشته می شد و هر دم از طریق تلویزیون تصویر از به نمایش گذاشته می شد، من متاسفانه که ندیدم. اما در پوچش خبری و برنامه‌ای که تلویزیون ها داشتن و کسانی که گزارش ها پخش می کردن، اونا خوشحال بودن و گزارش پخش می کردن که حضور گسترده زنان از دور قبل بیشتر به انتخابات و حضور دارن.
و من خوشحالم که بالاخره زنا به بعضی از مراکز زنا حضور از اون خیلی گسترده به نظر می رسید، یعنی تقریبا تا حدودی می شد که صفحه از اون از طریق تصویر ما مشاهده کردیم، اما به بعضی مناطق حضور چندان نداشتن و علت را من فکر می کنم همی زیاد بودن مناطق رایدی مو سایت های رایدی و ازدیاد از اونا و همچنین مو حضور کمتر کاندیدا بود و من فکر می کنم امینایی که به میتونن به اسرع وقت به زودترین فرصت رای بدن. بعد یک وقفه کوتاه داریم پس دوباره برمیگردیم. سلام مجدد خدمت شما، شما بیننده برنامه ویژه انتخابات 24 جوزا از غرب افغانستان هستیم. ولایت تحت پوشش ما هرات، بادغیس، غور، نیمروز و همچنان فرست. گزارشات که تاکنون از این ولایت ما داریم، تا به حال هیچ مشکل امنیتی به صورت جدی که باعث ازی بشه که مردم از رفتن به پای صندوقای رای باز بدر تا به حال گزارش بر ما نرسیده. در صحبت هایی که با مردم با مسئولین داشتیم در این حوزه چالش بسیار جدی وجود نداشته. بحث ادامه بدیم با خانم منصوری که شما بیشتر از ایر گفتین که اشتراک خانمان نسبت به 16 حمل در این دور کمتر بوده. حالا عمده ترین دلایل، اگر آقای کریمی هم گفتم، عمده ترین دلایل از دید خود خانم ها شما بگین که چرا؟ خب مسئله بی‌اعتمادی و عدم شفافیت دور قبلی که یعنی تقریبا تعدادی بحث خیلی گسترده داشت که تقلبات صورت گرفت و خستگی مردم که اگر به پیش تلویزیون میشیشتی و گزارش ها مشاهده میکردی یا تعقیب میکردی، غیر از اینکه رای سیاه و رای سفید و رای باطل و بالاخره مسائل کم کم مردم را خسته کرد و به یک نحو دیدگاه مردم راجع به حضور از اونا که دور قبلی داشتن دیدگاه از اونا عوض شد که اگر باز هم ما به حضور گسترده داشته باشیم و بریم رای بدیم امکان داره که رای ما باطل شد. در حقیقت اگر ما فکر کنیم یعنی به شکل گسترده تقلبایی که ما احساس میکردیم پیش از انتخابات 16 حمل، وقتی ما احساس میکردیم خیلی تقلبا به شکل گسترده در ذهن ما به تصویر کشیده میشد، خب خوشبختانه باز هم با وجود اینقدر چالش ها بود، مشکلات به کمیسیون انتخابات بود، طولانی بودن روند شمارش و بالاخره این مسائل بود، باز هم ما دیدیم که تا اندازه کمیسیون انتخابات نقش خود بهتر ایفا کرد و او تعدادی که ما فکر میکردیم که رای باطل خواهد شد رای باطل نشد. و من از مردم صمیمانه و از خصوصا از آنها خواهش میکنم که بازم ما تا ساعت چهار بجه ما وقت داریم حضور خود گسترده‌تر کنند پاس صندوق‌های رای و از رای خود استفاده کنند که انشالله ما امیدواری بیشتر داریم به خاطر که نکات ضعف و نکات مثبت کمیسیون انتخابات، نیروهای امنیتی، تماما دست اندر کاران پروسه انتخابات، اونها هم نکات ضعف تقریبا اصلاح کردن و هیچ نوع مشکل صدراز نه وجود نداره. انشالله این دور ما به شکل شفافتر، ما انشالله امیدواری داریم که کمیسیون انتخابات به شکل شفافتر کار بکنه و رأی مردم تقلب نشه و از رأی نه به شکل منصفانه استفاده بشه و کاندید مورد نظر از اونا انتخاب بشه و می سرنوشت مردم که تا به حال واقعا مردم متضرر شدن، وضعیت زندگی مردم نامناسب شده، از لحاظ روانی اقتصادی هم نامناسبه، زودتر ما به یک هدف برسیم و مو زعیم ملی کشور انتخاب بشه و کشور ما ساخته بشه. آقای کریمی، من بیشتر در برخی از مراکز رایدی در هرات بودم، مردم حتی از همین حال برخی ها برای نیروهای امنیتی دستای گل می آوردن برای از وام دادن به عنوان تقدیر، کسایی که رای داده بودن و کسایی که حتی به رای می آمدن اول دستای گل و شاخ گل برای سرباز می داد بعد از وارد مرکز رایدی می شد. به نظر شما در ایدار تا که این امیال ساعت 12 و 11 دقیقه ما کدام چالش جدی در هرات ندیشتیم تا بال، به نظر شما نقش نیروهای ببینید نیروهای امنیتی از دو هفته به این سو بالت آماده باش قرار دارن و خصوصا در 3-4 روز اخیر ما دیدیم که تمامی دروازه های ورودی شهر و تمامی بخش ها در کنترل هست و بازرسی ها از موترها و از آبرین پیاده و حتی از موتورسیکل سواران جریان داره. یعنی به نظر من در 24 جوزا تدابیر امنیتی
به مراتب شدیدتر بود از تدابیری که بر انتخابات 16 حمل در نظر گرفته بودند، به خاطر از اینکه خب نیروهای امنیتی ما در 16 حمل شهکار کردند و توانایی خود را به اثبات گذاشتند و در این دور هم تلاش کردند که بنای دفاع بکنند از همو کاری که در 16 حمل انجام داده بودند، در این دور هم بیشتر کار بکنند و جا داره که سپاسگزاری بکنیم از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان در غرب افغانستان در هرات که مشخصا تدابیر خاص امنیتی در نظر گرفتند و چند روز است که کاملا شهر زیر کنترلشون قرار داره، عبور و مرور مردم و موترها همگی در بخش ها در استای بازرسی مورد بازرسی قرار میگیره و خوشبخت داره ما تا حالا از مراکز رادیویی و خبرنگاران هم که پوشش دادن مراکز رادیویی تا حالا هیچ مورد ناامنی و مبنی بر تهدید امنیتی بر مراکز رادیویی در از ساعت 7 صبح تا حالا مشاهده نشده که این اقدام قابل قدر و ما خوشبین هستیم و انتظار میره که ما تا پایان ساعت رای گیری و یا رای دهی ما با کدام مشکل امنیتی در هرات روبرو نشیم و خوشبختانه انتظار میره که چنین مورد ما نداشته باشیم. این که مردم گفتم تقدیر میکنن خب در شکی نیست انگیزه برای نیروهای امنیتی دقیقا سپاسگزاری مردم پس از انتخابات 16 حمل قوت قلب بود برای نیروهای امنیتی افغانستان که در این دور مسلمانه و با انگیزه بیشتر و با تلاش بیشتر کار بکنن. پس از انتخابات 16 حمل مردم افغانستان و مردم هرات نیروهای امنیتی مورد ستایش قرار دادن و تقدیر کردن و امروز هم که در مراکز رایدی به گفته شما با دسته گل یا با شاخه گل می آمدن و او را تقدیم می کردن به نیروهای امنیتی، انگیزه و تلاش و جانفشانی های نیروهای امنیتی افغانستان را بیشتر می کنه و انگیزه از اونها را برای دفاع از افغانستان، برای دفاع از امنیت و جان مردم افغانستان بیشتر میسوزه که ما میتونیم تا در آینده بدون نیاز به حمایت های خارجی بتونیم امنیت کل افغانستان در حقیقت با توان و تلاش همین نیروهای بومی خود ما تامین بکنیم. خانم مسعود میخوام این پرسش از شما بکنم، به نظر شما تقدیر مردم از نیروهای امنیتی چه تاثیر میتونه روی روند انتخابات داشته باشه و همچنین مسائل بعد از انتخابات که بسیار حساس خب طبعا زمانی که واقعا مردم ببینن که کسی برای از اونها خدمت میکنه، به خاطری که به طول بیشتر از 30 سال جنگ که به افغانستان بوده و از سال بیش از یک دهه که افغانستان با یک تغییر کلی وضعیت سیاسی و اقتصادی و تمام ابعاد از بوده، این ثابت میکنه که مردم تشنه خدمتن. اگر واقعا هر کس بر اینا خدمت بکنه تقدیر میکنن مردم، که متاسفانه تا به امسال که امی سال 1393 متاسفانه تمام برنامه‌ای که به افغانستان تطبیق شده به شکل یعنی مسئولانه تطبیق نشده بوده و مردم انتظار بیشتر داشتن که برای از نو خدمتگذاری بیشتر صورت بگیره و زمانی که می‌بینن که واقعا یک اردوی قوی دارن و بتونست روند انتخابات به شکل کلی امنیت تامین بکنه و خدمات برای مردم ارائه بکنه، مردم هم به پاس همو خدمات از اونها قدردانی میکنه و این ثابت می‌سازه که هر شخصی که به افغانستان صادقانه و مسئولانه برای مردم خدمت بکنه واقعا تقدیر میشه و این تقدیر سر نیروهای نظامی حتما تاثیر مثبت داره و اونار مسئولانه یعنی احساس مسئولیت برای از اونها بیشتر میده و انگیزه بیشتر برای از اونها میده که واقعا مردم یعنی خدمتگزاری درک میکنن، احساس میکنن، لمس میکنن که یعنی ما انتظار داریم که به آینده ها اردوی ملی افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان اونا عظمی تقدیر یک الگو برای قرار بدن که واقعا اگر کار بکنن تمام مردم افغانستان در تمام ابعاد اگر کار بکنن امید تقدیر میشم و این بالای روند انتخابات تاثیر واقعا مثبت داره و ما این به فال نیک میگیریم که انشالله تعالی ما بتونیم با آینده ها یک نظام قدرتمند در افغانستان داشته باشیم و فاصله بین مردم و دولت و نظام کمتر باشه. من سپاس تشکر از شما همکارم اشاره میکنم که همکارم محسن کریمی که در یکی از مراکز رایدهی رفته اونجا حضور داره. محسن اگر صدای ما جاری در مرکزی که حضور داری در مورد جزئیات بیشتری برای ما بده در مرکز حضور داری، فکر کنم در مسجد جامع بزرگ شهر هرات هستی است نمایی که تشکر. من عرض سلام دارم خدمت تمام همکاران عزیزم در استودیو و دوستان عزیز در آریانا نیوز و آریانا. ما همین اکنون در یکی از مراکز رای دهی در مسجد جامع بزرگ شهر هرات قرار داریم که ساعت اولیه صبح امروز مردم در همین مرکز صف کشیده بودند پیش از اینکه مرکز رای دهی باز بشه، تقریبا ساعت 5 تا 5 نیم صبح. اما ساعت 7 رسما این پروسه آغاز شد و مردم
با شور اشتیاق خاص به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند و رای خود را استفاده کردند. دوال دهی ساعت دیده میشه که کم کم حضور مردم کمتر شده به دلیل از اینکه فشار کار کمتر بوده و مردم توانستن به سهولت رای خود را به صندوق بندازن. محسن، خب همکارانم اشاره میکنن در کابل، محسن به تو برمیگردیم، همکارانم اشاره میکنن در کابل کنفرانس مطبوعاتی هست. همکارای ما اشاره میکنن که در کابل کنفرانس مطبوعاتی هست، با هم اور میبینیم و دوباره باز به محسن برمیگردیم. همکارای ما در کابل، سلام مجدد خدمت شما. شما بیننده برنامه انتخابات 24 جوزا هستیم. صحبت های یکی از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان شنیدین که در مورد انتخابات صحبت های داشتن. خب بحث خود ما ادامه میبدیم با همکارم محسن کریمی که در مسجد جامع بزرگ شهر هرات است. محسن، اگر صدای ما رو داری که صحبت چند تا از باشندهای هرات در مورد انتخابات با اونو صحبت داشته باش و از اونا بپرس که چرا آمدن رای بدن و چرا رای سرنوشت ساز است، آنچه که خودت میفهمی. تشکر. بله، چرا نه، میتونیم ما نظر شهروندان هم داشته باشیم که ایدار نسبت به دور نخست انتخابات چگونه بوده و چشم دید آنها چه بوده است. با ما باشید. سلام خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم برای بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. جناب شما، اگر چشم دید خور بگیم از کی آمدیم، چگونه بود حضور ما؟ خودم از ساعت 6 نیم بود که آمدم. مردم صف کشیده بود تا جاده لیلمی به دست طرف قبل ماشین شریف. و ساعت 7 شروع شد مراکز های رایدی. به او دفعه پیش بود 8 سایت، این دفعه شده 14 سایت. مردم بسیار به ارمی رفتن با پای صندوق ها، رای خور به صندوق ها ریختم و میرم و میریزم. و دیگه سایت ها زیاده، تنها به اینجا به ماشین بزرگ شهر نه که بلکه به همه مناطق های سایت های رایدی صندوق ها زیاد شده. اونجا مردم به سهولت بسیار خوبه میرم رای خود به صندوق ها میرزم بدون از اینکه خیلی پشت صندوق ها بمانم. تشکر از شما. صندوق میشه که شما. به نام خدا، فراد هستم، یکی از رای گیری های مرچه جامعه شریف آمدم رای بدم. فراد جان، اگر بگم که چه موارد در دیدین از صبح، موارد تقلب یا کمکاری های خود کارمندان کمیسیون چگونه بود؟ رمان هیچی ندیدم. همه کارشون همه واقعا عالی بوده، خیلی خیلی خوب بوده واقعا. مدعا از اینکه اون سری کمتر بود این سری بیشتر شده. مردم راحت‌تر قشنگ‌تر میان رای میدن میرن، راحت‌تر میان رای میدن میرن، کسی مزاحمت نداره. واقعا کارمندا همینجوری که قانونی و حسابیه همونجور کارشون انجام میدن. تشکر. موفق باشید. همکاران عزیز، اگر پرسش دیگری هم باشه من درست محسن فقط این می‌خواستم بگم در این مرکزی که خودت هستی چه تغییرات نسبت به دور گذشته می‌بینی؟ چون فکر کنم تشکر، تغییرات اساسی که در این دور از انتخابات آمده نسبت به دور نخست، تعداد محلات رای‌دهی در همین مرکزی که ما قرار داریم زیادتر شده. یعنی دور نخست انتخابات 8 محل رای‌دهی بود و در این دور 14 محل رای‌دهی شده. و همین مسئله هم بیشتر دیدگاه های خود مردم هم همین است که از صبح که مردم جمع شدند و پای صندوق های رای دهی آمدند، تعداد محلات زیاد بوده و توانستند خیلی ساده و آسان رای خود را به صندوق بیاندازند و فشار کار کمتر شده و مردم راحت منتظر نمیمانند ساعت ها نسبت به او دور نخست. حتی برگاه های رای دهی هم در این دور زیادتر هست و مردم خوشبینند از کار کرده کمیسیون. تشکر محسن. تشکر. خب آقای کریمی، برمیگردیم به شما که به نظر شما چه موضوعات یا چه مسائلی یا چه موارد انتخابات رو تهدید میکنه به نظر شما در روز انتخابات، نه آنچه که بعد از انتخابات؟ ببینید، در شهر هرات من فکر میکنم که کدام مسئله جدی انتخابات رو تهدید نمیکنه. در شهر هم شمار ناظران، مشاهدان و رسانه ها زیادتر هست و هم حضور نیروهای امنیتی و نماینده های نامزدها بیشتر هست در مراکز رای‌دهی که در شهر هرات قرار داره. البته در بخش‌هایی از هرات تهدیدها وجود داره. در ولسوالی‌هایی که شماری از مراکز رای‌دهی به دلیل تهدیدات امنیتی بسته شد و باز نماند و مراکزی هم بود که خب باز شده اما زیر تهدیدها قرار داره.
در اونجا حضور رسانه ها امکان پذیر نیست و رسانه ها نمیتونن برن و در بخش های دور قرار دارن لحاظ مسافت. همچنان ناظران ملی و بین المللی و همچنان مشاهدین انتخابات در اونجا کمتر هست که بی‌طرفانه گزارش بدن و ممکن است در چنین شرایطی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از نبود یا کمبود رسانه ها و کمبود مشاهدین و ناظرا بنای تقلب بکنن به نفع یک از نامزدها و حضور افراد زورمند و حضور افراد قدرتمند محلی در ولسوالی ها بیشتر شکننده هست که ممکنه امنیت مراکز رایدهی را و یا روند رایدهی را در حقیقت با مشکل روبرو بکنه که متاسفانه در بخشای از هرات در ولسوالی هایی که حضور فرماندهان محلی و افراد برجسته محلی و با نفوذ محلی زیادتر هست، اونها بنای تلاش میکنن که بنای به نفع نامزد مشخص خود استفاده بکنن، اما در شهر فکر میکنم که این مشکلات به حداقلش در حقیقت میرسه. درسته. از دید شما نقش رسانه ها چگونه میتونه باشه در بخصوص این مواردی که شما مطرح کردید؟ ببینید، در دور اول انتخابات همین رسانه ها بودن که تقلبای انتخاباتی، همین سوء استفاده ها و پر کردن صندوق ها را به شکل غیر قانونی بازتاب دادن. این رسانه ها بودن که شناسایی کردن که آسیب پذیری وجود داره، فلان افراد به نفع فلان نامزد مشخص استفاده میکنن، و همچنان همین رسانه ها بودن که مردم را کشاندن پای صندوق های رای. همین رسانه ها بودن که پیام نیروهای امنیتی، پیام مسئولان کمیسیون انتخابات را به گوش مردم رساندن و مردم را وصل کردن به مقام ها و یک انگیزه و مشارکت سیاسی به میان آوردن که مردم رای بدن. من فکر میکنم که بدون حضور و نقش رسانه ها انتخابات افغانستان بی‌مفهوم و بی‌معنا هست و حتی نمیتونه ما اگه انتخابات شفاف و ایدئال بتونه در افغانستان دایر بکنه. درسته. خانم منصور، شما خود شما یک از کاربرای صفحات اجتماعی مثل فیسبوک هستین. به نظر شما نقش فیسبوک تا چنده؟ چون در همکارای ما مصوب از خود فیسبوک مردم با اونا در ارتباط قرار دارن و به نحوی مسئله تقلب، مسئله آنچه که چالش در مقابل پروسه است و آنچه که به عنوان پیشرفت محسوب میشه و آنچه به عنوان اشتراک مردم محسوب میشه، اینا رو لحظه به لحظه گزارش میدن. به نظر شما فیسبوک تا چی اندازه اصلا صفحات اجتماعی در کل؟ به صورت عموم مردم، مخصوصا جوانا که مسئولیت بیشتر احساس میکنن که یعنی به نحوی بتونن دخیل باشن در پروسه های سیاسی و در پروسه هایی که سرنوشت ملت و مردم رو میسازه و میتونه تغییر در کشور به وجود بیاره، فیسبوک هم یکی از به حساب سایت هایی است که میتونه که مردم آگاه‌تر بکنه. اما اون نقش از اونا برازنده هست و میتونن از این طریق آگاهی بدن و مردم را، منتها کسایی که دسترسی به فیسبوک ندارن و به بالاخره چی یعنی سواد ندارن یا دسترسی ندارن در مناطق دور افتاده، برای از اونا این دسترسی به اطلاعات کمتر هست. اما به صورت مجموع اگر ما محاسبه کنیم، میبینیم که به افرادی که صاحب نظر هستن و افرادی که میتونن تصمیم بگیرن و افرادی که میتونن تحلیل و ارزیابی بکنن پروسه یا روند انتخابات در به صورت کل روند سیاسی به افغانستان موثر است و این هم یک گزینه خیلی خوبی است که میتونه که از آن مردم، از آن کسایی که بالاخره آگاهی کامل از پروسه ها ندارن و از اطلاعات ندارن، یک پروسه است که میتونه دسترسی به اطلاعات برای اینا داشته باشه. شتی کمکاری مشاوره میکنه که در حال وصل کردن ارتباط ما با والی فراسان. میخواستم این همی سوال از شما داشته باشم که آقای کریمی، به نظر شما نقش رسانه های اجتماعی چگونه است؟ همکارای مشاوره میکنم که گفتگوی ما با آقای درسته، بفرمایید. سلام خدمت شما. مجددا از اینکه مشکل تکنیکی در جریان برنامه پیش اومد، پوزیش شما رو بپذیریم و حال همکارای ما اشاره میکنن که گفتگوی ما با محمد عمر شیرزاد والی فرا از طریق اسکایپ وصل شده که با هم صحبت های آقای شیرزاد میشتم. جناب آقای شیرزاد، جزئیات بر ما بدین در مورد از اینکه مردم در پروسه رایدهی امروز چگونه شرکت کردن و آیا از دید شما خوب بود و یا نه؟ متاسفانه تصویرشون با کمی مشکلات به تلویزیون که والو تا وړاندې کوم او د دې ملي پروسې او ملي بهیر مبارکي ټول هیوادوالو ته وایم. تر دې دمه کنه په فراه ولایت کې د انتخاباتو بهیر په ډېر ښه شکل روان دی. خلک دې بې له کوم تهدید او بې له کوم ډار څخه نه راوښي، خپلې رایې کاروي او په ټولو ولسوالیو کې او هم په مرکز کې تروسه پرې الحمدلله کوم امنیتي پېښه نه لرو. زموږ امنیتي ارګانونو په پراخ شهامت او ګلاوري باندې د انتخاباتو د پروسې امنیت تامین کړی دی.
او په نرمال شکل باندې خلک راځي د انتخاباتو مرکزونو ته خپل رای کوي. تشکر. در دوره قبل اکثر مشکلات در فرا پیش آمد، به خصوص مسئله برگ رای دهی. در این دوره چگونه تا به حال چه مشکلات پیش آمده؟ تروسه پری پدیاره هیچ نو ستونزه نداری داری، فقط یو ده محبس ده پاره مر پا پلان که درلوده چه حالتون باید محبسیون ده پاره ده زندانیان ده پاره مرکز خلاص کو، چه هغه کار هم خوشبختانه ټیم ولېږي او هلته ټول محبسین او زندانیان خپلې رایې ورکوي. سره د هغه چې په تېره دوو هفتو کې د هېواد دښمنانو ډېر کوشش وکړي چې دغه ملي پروسه د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي، ولې بیا هم زموږ د امنیتي ارګانونه په دې وتوانېدله چې په ټولو ساحاتو کې امنیت تامین دی، او په تخنیکي لحاظ هم په دې اړه تر اوسه پرې هېڅ نه وه ستونزه. زموږ کوم راپور موږ ته نه دی رسېدلی چې یا رنګ پاکېږي یا درایو پانی خلاصی سوی وی پا هر مرکز که پا نرمال شکل باندی خلق رازی خپل رای اوندر کوی در تقلب پا ارتباط هم تروه سپری مشتکم راپور ندی را غلی، یعنی پروسه پا دیر نرمال او شه شکل باندی مخبا ورانگی روانه. تشکر. جانب ولی سب، نقش زنان در در ای دور از انتخاب چگونه بود؟ خانم ها خوشبختانات پا پرای ولیت که خصوصا پا مرکز که هم لکه پا کم جداد ورون جل ترای ور که پاره ډول باندې خوندې هم راځي په ډلو ډلو، او مخکې د دې چې مرکزونه خلاصې په قطارونو کې ولاړې وي انتظار یې سپې خپل نوبت ته، او یا چې مرکز پر اووه بجې باندې خلاصېږي دوی د هغه نه مخکې راغلي وي په قطارونو کې ولاړې وي. د ښځو نقش هم پر رنګه دی او ښځې هم راځي خپلې رایې کاروي. تشکر. نقش نیروهای امنیتی در این مورد اگر کوتاه بر ما بگویم که چگونه نقش خود ایفا کردن در این دور؟ ډېره خوشبختي په دې کې ده چې یو دا چې مخالفین ونه سوای کولای چې دا ملي پروسه د ستونزو سره مخامخ کړي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې دلته یو هماهنګي وجود لري په مرکز هماهنګي کې، قمندان، قمندان د لیوا، قمندان امنیه، رئیس صاحب د امنیتي ملي، او زه په خپل عمل ته تر اوسه پرې ناست وم. کاملا د ټولو سایټونو نه په هر نیم ساعت هر لس دقیقو کې راپور اخلو، او د ټولو ولسوالیو راپور اخلو. یو ښه هماهنګي وجود لري. زموږ امنیتي ارګانونه خوشبختانه په دې توانېدلي دي چې د دې انتخاباتو امنیت تامین کړي، او انشاءالله تر څلورو بجو پورې به د هېڅ ستونزې سره مخامخ نه شي، او همدا ډول پس له څلورو بجو څخه به دا شمېرنه شروع کېږي. تشکر از شما جناب مفتی. انتقال لیوي. زه امیدوار یم او زه امید دارم که انشاءالله چې هېڅ نوه ستونزه به وجود ونه لري. تشکر از شما جناب آقای شیرزاد، والی ولایت فرا. سپاس از شما. تشکر از شما. سپاس از شما. آقای کریمی، صحبت از کمبود برگ‌های رای‌دهی در برخی از مناطق است. اگرچه همکارای ما در برخی از مراکز بودند که گفتند صف‌های طولانی دیگه نیست. در برخی از مراکز میال گزارش‌ها که بر ما رسیده برگ‌های رای‌دهی کم است. ببینید، در پلو این که در برخی از مراکز رای‌دهی در شهر حضور مردم کم رنگ بود، خب خیلی ها از مراکز کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات منتظر این هستند تا فرد بیه و رای بده. البته در برخی از مناطق در هرات انتظار میره، چون ما با شناختی که از روستاها و شهرک ها و ناحیه و ولسوالی های هرات داریم، در بعضی از مناطق انتظار میره که پیشبین هستیم ما که در اونجا انتظار و شرکت مردم در انتخابات های قرارده بیشتر. مثلا در شهرک جبرئیل همیشه انتظارات از این شهرک بالا هست. در اینجا مردم فوق العاده مشارکت زیاد در انتخابات کردند، با تجربه که مردم در اینجا شرکت در این شهرک بیشتر در انتخابات شرکت کردند. کمبود ورق های رای‌دهی از یک ساعت به طرف به رسانه ها گزارش شد که در برخی از محلات رای‌دهی در شهرک جبرئیل ورق‌های رای‌دهی کم آمد. اما خوشبختانه کمیسیون مستقل انتخابات با افزایش شمار محلات رای‌دهی در مراکز رای‌دهی جبرئیل و بخش از بخش‌های دیگه بنای این مسئله را جبران کرد. و من پیشتر با مسئول روابط خارجی کمیسیون انتخابات صحبت کردم و آنها گفتند که ما حدوداً 127
محل احتیاطی در نظر گرفتن که اگر هرگاه هر یک از این محلات ورقایشان در حقیقت کم بشه به زودترین فرصت از طریق همو محلات احتیاطی کمبود ورقای رأیی را جبران میکنن و کمیسیون استان انتخابات به خاطر اینکه مو فاجعه دوره قبل انتخابات در بس تکرار نشه فوق العاده بیش از 1,000,000 ورق رای دهی برای هرات در نظر گرفته که انتظار نمیره که ما با کمبود ورق رای دهی به شکل جدی روبرو بشیم. درسته. گزارش کمیال به دستم رسیدید که در ولایت غور در یک از ولسوالی‌های ولایت غور به نام ملا مصطفی گویا 5 مرکز رای دهی و افراد خود اونجا مستقر کرده و تهدید میکنه که باید به یکی از نامزدهایی که مورد نظر از او است رای داده بشه. مصاحبه‌هایی که با برخی از مقامات در ایج نوشته شده کمکار ما داشتن از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده که این موضوع به صورت جدی پیگیری کنه، چرا که قوماندان مصطفی تهدید کرده که اگه برخلاف میل از او کسی رای بده او افراد از بین خواهد برد. این چیزی بود که کمیال به دست ما رسید. و حالا همکارای ما اشاره میکنن نصیر احمد صالحی یکی از همکارای ما در یکی از مراکز رای دهی رفته. میخواستم همکار ما نصیر صالحی در نصیر اگه صدای ما رو میشنوی در مورد در مرکزی که حضور داری در مورد حضور مردم برام بگو که چگونه است، چون چه تصویرم مشخصه که مردم در این مرکز زیادن و صف طولانی هم هست. با نام خدا سلام بر شما و تمامی بیننده های تلویزیون آریانا و شبکه جهانی آریانا نیوز. طوری که هم ما در جریان هستیم امروز ساعت 7 صبح تمامی مراکز رای دهی در هرات به روی رای دهندگان باز شد و طوری که ما شاهد هستیم و ساعت های پیشتر از ساعت 7 ما سر زدیم به مراکز رای دهی، حدودا از ساعت 5 صبح مردم در صف های طولانی منتظر این بودند که برن رای خود بندازن، یعنی با شور و اشتیاق بسیار خاصی مردم برای که بتونن از رای خود استفاده کنن، یعنی 2 ساعت پیش از ساعت 7 در مراکز حضور یافتند و طوری که دیده میشه حضور مردم بسیار گسترده هست و مردم در صفهای طولانی منتظر این هستند که برن از رایشان استفاده بکنن و به نامزد مورد نظرشان رای بدن. و بر علاوه مردها طوری که دیده میشه در صفهای طولانی استفاده هستند، خانم ها هم همچنان در صفهای بسیار طولانی منتظر این هستند که برن پای صندوق رای دهی و از رای خود استفاده بکنن. درسته. سالی در مورد ازی بگو که وضعیت امنیتی در اون مرکزی که خودت هستی چگونه است، نیروهای امنیتی؟ تشکر. طوری که از ساعت‌های 5 صبح ما در نقاط مختلف شهر و در دروازه‌های ورودی شهر ما حضور داشتیم، نیروهای امنیتی به صورت بسیار گسترده نیروهای امنیتی حضور دارن، نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، نیروهای کارمندان امنیت ملی در تمامی دروازه‌های ورودی شهر و در تمامی جاده‌های منتهی به شهر حضور دارن و در نقاط مختلف داخل شهر. و زمانی که موترها و یا آبرین میخواین داخل شهر بیان در چندین نقطه حتی بیشتر از 10 نقطه اونا بازرسی میشن تا اینکه بیشتر تعداد امنیتی کسته دفع بکنن و مردم هم از کارکرد نیروهای امنیتی بسیار خرسند هستند و اونا به خاطر آرام فعلا در مراکز رای دهی حضور دارن و میخوان که از رایشان استفاده بکنن. درسته. در مورد این بگو که در برخی از مراکز گفته شده که برگه رای دهی کم است، در این مرکز چگونه است؟ چه تفاوت به او داره میبینید؟ با جرأت میتونم بگویم که حضور و اشتراک مردم نسبت به دور نخست انتخابات پررنگتر هست، اما یک چیزی که بسیار چشمگیر است این بیشتر افزایش و ازدیاد محلات و مراکز رای دهی است. فعلا در هرات نسبت به انتخابات پیشتر 2 مرکز رای دهی و حدودا 180 محل رای دهی بیشتر شدند و در انتخابات اول مردم در صفهای طولانی ساعت ها منتظر بودند تا اینکه بتونن از رای خود استفاده کنند، اما حالا در هر مرکز ما می‌بینیم چندین محل اضافه شده که مردم آنقدر در پشت صفهای پشت دروازه های مراکز رای دهی اونها منتظر نمی‌مانند و میتونن بسیار راحتی از رایشان استفاده بکنند. و یک موضوع دیگری که بود این که در انتخابات اول با مشکل کمبود اوراق رای دهی ما در اون همین ساعت ها کم نوبت‌تر ما با مشکل کمبود اوراق رای دهی سر خوردیم، اما در این انتخابات اوراق رای دهی بسیار زیاد هست و طوری که کمیسیون انتخابات هم گفت که احتمالاً 700 تا 800 هزار نفر این بار در هرات در انتخابات اشتراک خواهند کرد، اما اوراق رای دهی بیشتر از 1,000,000 است، یعنی با مشکل کمبود اوراق رای دهی هم این بار بر نخواهیم خورد و انشالله مردم با فضای کاملا آرام با خاطر راحت میتونن با نامزد مورد نظر خود رای بدن و رهبر سیاسی آینده کشور خود تعیین بکنن. تشکر از شما آقای صالحی. تشکر آقای کریمی. تشکر از شما. تشکر آقای کریمی. دورنمای انتخابات شما چگونه میبینید؟
برخی حالا تهدید کردن، برخی گفتن میپذیریم، برخی گفتن نمیپذیریم. ببینید چاره ای نیست، انتخابات یک برنده داره و نامزد شکست خورده و کسی که نمیتونه کرسی ریاست جمهوری بگیره خب باید بپذیره. اول کسی باید باشه که بنای تبریک بگه به کسی که رئیس جمهور میشه و استاد بشه در پهلویش و بگه که ایده ها و برنامه‌ای که من دارم تو هم میتونی اینا رو در برنامه خود استفاده بکنی. تنها راه ثبات سیاسی افغانستان انتخابات هست و همین انتخابات بسیار جوزا و نتیجه از اون که در 31 سرطان قراره که اعلان بشه. من فکر میکنم که بجز انتخابات دیگه هیچ راهی و هیچ راه بدیل سیاسی برای انتخابات وجود نداره و ما از طریق همین انتخابات میتونیم که سرنوشت خود تعیین بکنیم و 5 سال آینده یک رئیس جمهور آینده میتونه قدرت رو به دست بگیره و یک کشور مدیریت کنه و ما مردم هم همونطوری که در انتخابات برش رأی دادیم در طی 5 سال هم در پاریس استاد بشیم، او را نقد بکنیم و او را حمایت بکنیم که بتونه برنامه خود در حقیقت به درستی انجام بده. خانم منصوری شما کوتاه در این مورد بر ما بگین. من امیدواری زیاد دارم که انشالله با تغییر نظام سیاسی به افغانستان یکی از برنده ها به یک دیگه حتما تبریکی میگه، به خاطر از اینکه اگر تا سالهای قبل سیاست اگر انحصاری بود حال تمام مردم افغانستان میتونن که وارد پروسه یا روند سیاسی بشن و این حق از اونها انتخاب کردن و انتخاب شدن حق از اونها و فعلا وضعیت فعلی افغانستان ایجاب ازی نمیکنه، به خاطر از اینکه یک کاندید اگر برنده میشه کاندید دیگه برای از او تهدید بکنه، چون نظام دموکراسی خود از او زمینه و فرصت را ایجاد کرده که از راه انتخابات ما میتونیم که با قطار در جامعه تطبیق بکنه و کسایی که واقعا توانمندی دارن و مردم اونا دوست دارن و برای از اون رأی میدن و حکومت مردم سالاری یعنی نظام مردم سالاری اون نظامی است که مردم انتخاب میکنن و انتخاب از اونا باید که پذیرفته شه و کار بکنه برای رفاه مردم افغانستان. تشکر شما خانم منصوری. همکار ما اشاره میکنن که همکار ما آصف جاید در جبرئیل است. آصف اگر صدای ما رو داری در مورد حضور مردم بگو که مردم چگونه تعداد از بیشتر است کمتر است نسبت به حضور در این مورد اگر جزئیات بیشتر بر ما بدی. سلام بر شما بینندگان گرامی تلویزیون آریانا نیوز و همچنین تلویزیون جهانی آریانا. بله، من در یکی از سایت ها به نام سایت لیسه نصفان جبرئیل آمدم و اینجا حضور مردم گسترده هست، مانند دور گذشته هست، اما یک خاصی که وجود داره اینه که در این دور بیشتر نظم گرفته شده، به این معنی که به شمار محل های رای دهی به اینجا افزوده شده و همچنین ما صف در صف خانم ها شمار گسترده رو نمیبینیم که پشت درهای ساده باشند و بسیار راحت میتونن مستقیما وارد محل های رای دهی بشن و رای خود را به صندوق های رای دهی بریزن و همچنین صبح که می آمدیم طرف این محله ها می آمدیم و این سایت ها می آمدیم می دیدیم که برخی از موترها و همچنین همه اعمال هم دیده میشه که موترهای مسافربری رای دهندگان به طرف شهر انتقال میدن. این به این معنی است که حضور مردم مانند دور نخست در اینجا گسترده است. درسته. مردم چی میگن از این انتخابات و حضور نیروهای امنیتی؟ آصف جاهز صدای ما داری؟ بله بله، نیروهای امنیتی هم تا اندازه‌ای دیده میشن این طرف و طرف، اما مردم خود نمیگن که ما امنیت در اینجا مانند دور نخست گرفتیم و مشکل خاصی وجود نداره. مردم هم راضی هستن، میگن که ما باید به کسی رأی بدیم که در آینده بتونه به درد ما بخوره و دردهای ما بتونه که مرهمی باشه بر دردهای ما. من با چند تن از مردم صحبت کردم، اینا حتی گفته میشه که در پشت این درها از نیمه های شب آمدن و صف گرفتن. چند مصاحبه انجام دادن که با هم میبینیم. اوضای امنیتی در اینجا کاملا نرمال است، امنیت کاملا تأمین است و مردم از ساعت پیشتر از 3 بجه شب در اینجا آمده و تا هنوز منتظر است و حالا هم در داخل صفای منظم به خاطر رایدهی طرف محل رایدهی میره. خیلی وقت آمدیم سرصف فساد شدیم، تا حالا هم سرصف بودم که تازه صف آمده بر از ما که ما رای دادم و از رئیس جمهور آینده خود امیدوار هستم که همه خواسته های مردمی همه کشور افغانستان برآورده کنه. از اول صبح که من آمدم در صف استاده شدم که انشالله من رئیس جمهوری خود را تعیین میکنم، انشالله اون کسی باشد که در افغانستان خدمت بکنه، انشالله از غریب و کارگر و از همه افغانستان انشالله یک کشور مستقلی
مستقیم خوب درست شود انشاءالله. علی جمهوری آینده میخواهیم که یک رفتار خوب کنه، یک عدالت کار کنه، امنیت باشه. مردم بسیار بیکاری و دربدری زیاده. درست آصف، صحبت های مردم شنیدیم در ای داره کمبود چالش خاصی تا به حال دیده نمیشه. همونطور که گفتم نظم بیشتری داده شده به محل ها و سایت های رایدهی در این منطقه که ما آمده. ما در سه سایت گوناگون در محله حاجی عباس و جبرئیل سر زدیم، نظم بیشتر بود نسبت به دوره گذشته و کسی نگران این نیست که برگه رایدهی کم بیاید. در همین سایت لسه نصفان جبرئیل که ما هستم اصلا چنین نگرانی وجود نداره. ناظران دو طرف هم میگن که ما نگران کمبود برگه رایدهی نیستیم و گفته میشه که نظم بیشتر هست، ناظران نظارت بیشتری دارن نسبت به دور نخست. اما یک نکته جالب دیگه که ما برخوردیم این بود که هنوز هم کسانی هستن میان رای دهندگان که به درستی اصول رای دهی هنوز مراد ندانستن و نمیدونن که چطور رای بدن و به کدام صندوق رای خود واریز کنن. تشکر سیف، تشکر. به ناچار همکارای ما اشاره میکنم والی ولایت نیمروز هم با ما وصلن. تشکر از شما که به استودیو تشریف آوردید. تشکر از شما که وقت بسیار کمی دارم. جناب آقای امیر محمد آخوندزاده والی ولایت نیمروز، اگر صدای ما رو داریم در مورد حضور مردم به پای صندوق‌های رای‌دهی بر ما بگین جناب آقای آخوندزاده. جناب آقای آخوندزاده صدای ما رو دارن؟ تشکر. مننا الحمدلله به نمروز ولایت که داش کرده به جنبانی رای شروع سویدی و رسونا فسکو بسکو بندی مستم دیو و اونو مشرام سجوری طول سالن و در ادن او خطن رای در پرگهن بطار با شفاق دول او پرمیتی جهاز بانی بیتر سکار کل او رای جرشتر وانی دی او در طول ولایت که تسر احسن الحمدلله نیتن کامی بای طول ولایت که مراکز خلاص دی محالات خلاص دی تور خلق کوارا کی راجی خپل راي استعمالي د تاريخ تاثيرات نسته او د خپل پښ کاندي تراو کی ملي پر رسته ده او د نیمروز ولسونه د ځان لپاره ملي وجيبه بولي. درسته جناب والی صاحب، گزارش های رسیده که گویا در نیمروز رنگ پاک شده و مشکلات اساسی چی بوده؟ شما تایید میکنن یا خیر؟ صدای ما رو دارن آقای آخوندزاده؟ نه الحمدلله هیچ مشکل نیست. رایدی طول رایدی مراکزی که کاغذرون افشا مشکل حل میکنه که هیچ نو مشکل نیست. خلق رایدی دی پشتفاق دول بانی رایدی دی امنیتی رسول صحیح امنیتی ولی دی ریس تاثرات موجود مجی بس خلق بیخی تا آرام بدو بانی او بزی رشتون پاش بانی پر زین ترایو که یاد سو چی دوزی با پاش بانی او درخوایی. جناب آقای خونزاده، در ولسوالی ها روند رایدی چگونه است؟ باید کدام چالش امنیتی تا به شما گزارش رسیده است یا خیر؟ اما که در روش ده خبر در طرفان هیچ نو مشکل امنیتی به طور فیلم امروز و ایراد که جمع پنده داری و ایدون رو سن مرکز دی هیچ نو امنیتی مشکل نده جاست داری و جوی رزاد خدا که خلال رای خلق. و در مورد حضور خانما اگر بگوین که خانما چگونه اشتراک کردن یا خیر؟ شهر که در زرنجی در امروز ایلیت مرکز زرنج که تبر دست مرخوند سا خانم آسا رای ورکوی جیر امراغلی به سکوب و سکوب بانی ولا ردی وقت اگزار باشی و جیخ خون نوبت بانی سل رای کاروی اما بود سواده ای که در کمرن نگی دمری نسل که پشار کی تبر تشکویه ده که اغسارا ده اطراف دی اما پشار کی و بیخی گل خسر جناب علی صاحب، تفاوت های ای دور با دور قبلی 16 مل شما چگونه دیدیم؟ اگه در مورد ازی بر ما معلومات بوده. دخل بوده در جون فیاد یوسف تفاوتی از اطلاع چی که رفتی شده ایلاکی وکلان شکی و شده ایلاکی وکلان فترات چی که رو بنام که نقشی خودی که دیونو اما دادی از لاغه و لاتی شرام کلان نسته طبعا نقشی و عمری ندهی اما بالکل وطن زد مرادی همه خودی بانی بلسون دیر آخری جدایو تفاوت داری بلا جدا سامیه دخل کو بارن تا دمده لکه دیر آخر. تشکر از شما جناب امیر محمد آخوندزاده والی ولایت نیمروز، سپاس از شما. بیننده های عزیز، این بود برنامه ویژه انتخابات 24 جوزه از ولایت غربی افغانستان که با دو مهمان ما
فیصل کریمی استاد دانشگاه، خانم عاطفه منصوری فعال مدنی در غرب افغانستان و همچنان همکارای ما که در مراکز مختلف رایدهی در مسجد جامع بزرگ هرات، شهرک جبرئیل و مراکز دیگه شهر هرات مستقر بودن، گزارش های زنده و لایو زنده از دور دیدیم با والی ولایت نیمروز، والی ولایت فرا، والی هرات گفتگوهایی داشتیم. در هرات تا به حال مثل دوره قبل چالش های جدی بسیار جدی وجود نداره، برگار رایدی هست اما در برخی از مراکز گفته شده کمتر است و اشتراک زنان نسبت به دوره گذشته اگرچه کمتره اما خوشبینی به است که مراکز و محلات رایدی در هرات بیشتر شده و این باعث شده که میزان به اصطلاح وقتی که مراکز زیاد شده صفای طولانی که در دور اول وجود داشت این صفا شکسته بشه و مردم زودتر بتونن رای بدن. در دوره گذشته به گفته آقای کریمی یک تفاوت دیگه هم وجود داشت، این که تعداد بیش از 160 تن از کسایی که خود نامزد شورای ولایتی کرده بودن و برای هر برگه برای هر کدام از یا که میخواستن رای بدن 8 نفر کسایی که بودن در ریاست جمهوری نامزد بودن 100 نفر و این زمان زیاده میبرد و این بار زمان کمتر میبره و من خودم دیدم که خیلی افراد بودن حتی در یک دقیقه اونا تونستن که رای خود به صندوق برسن. همکارای ما در کابل اگر پرسش خاصی داشته باشه من در حضور شما قرار دارم و اگر نه ادامه بحث به شما میسپاریم تا مردم از سر تا سر افغانستان به جریان بیفتند. تشکر از شما جناب آقای میرزایی و پوزش از بیننده‌های عزیز که در برخی از موارد با مشکلات تکنیکی ما روبرو شده. تشکر از شما.